مثلا الان راجع به اسکار و فیلم این بیانیه رو داده، خیلی موثر کارگردانی من. خواستگاه طبقاتیش از این از کجا اومده؟ مخاطب خاص بود، فرقی اختلاف جامعه خاص بود. برای همینه ببینید شما الان آسوشیت بس الان اومده سراغ من، فقط صرفا به خاطر ارزش سینمایی این جایزه نیومده. اما ارزش این جایزه از بود دیگه هم قابل بررسیه، اونم وزنی که الان یک سینماگر یا روشنفکر ایرانی در انتقال آراء افکار عمومی جامعه ایرانی و جامعه فرهیختگان ایرانی بس در سطح جهان پیدا کرده، تریبونی پیدا کرده که دیگه نمیشه نادیدش گرفت. تا شاید تا دهه گذشته انقدر وسایل ارتباط جمعی جدید، فضای مجازی وسیع رشد نکرده بود و الان به حدی رسیده که هر حرفی که اگر حرف حساب باشه شنیده میشه. و با توجه به وقایع اخیر، اتفاقاتی که توی انتخابات آمریکا افتاد و سیاستی که ترامپ به محض ورود به کاخ سفید اتخاذ کرد در خصوص محدودیتی که برای شش کشور مسلمان، شهروندان شش کشور مسلمان برای سفر به آمریکا ایجاد کرد، یه فرصت استثنایی پیش اومد. این موقعیت که خیلی اصولی از دید جامعه جهانی و شهروندان جامعه جهانی انتقادی در این رابطه صورت بگیره و عملا بازتاب اون رو، تأثیر اون رو تو افکار عمومی جامعه آمریکایی، چه اقشار روشنفکر سینماگر و چه اقشار عمومی و در سطح اروپا شاهدیم. اتفاق میدان ترافالگار دیروز بی نظیره و بی سابقه است. کدوم سیاست مدار میتونسته با همچین تأثیری رو تو افکار عمومی بذاره؟ دست که نه فعال سیاسیه بلکه یک سینماگر. این موقعیت رو باید به فعال نیک گرفت و از این جهت من خوشحالم. این جایزه رو از جهت تشکیلات آمریکایی من تلقی نمی کنم. بالاخره جایزه اسکار، آکادمی اسکار هر ساله این کار انجام میده و برای غیر از فیلم های خود محصول خود هالیوود یا محصول خود آمریکا به فیلم های غیر انگلیسی زبان هم در سطح دنیا توجه میکنه. برای همین ماهیتا نمیشه گفت مثلا تشکیلات آمریکایی که سیاست در واقع آمریکایی رو دنبال میکنه، به ویژه اینکه چون شکل آکادمی داره و 7000 تا عضو داره، بیشتر منعکس کننده تمایلات جامعه سینمایی آمریکایی رو که خودش کشور مهاجر خیزی هست منتقل میکنه. خب از اون جهت اتفاقا شاید کمکی هست به جامعه آمریکایی، این موقعیت خوبیه، چون عملا تو انتخابات البته من سیاست مدار نیستم، کنشگر سیاسی ها نیستم، ولی خب رصد میکنم اتفاقات سیاسی دنیا رو. ماجرایی که توی انتخابات آمریکا افتاد و رقابت دموکرات ها و جمهوری خواه، هرچند که آقای ترامپ واقعا نماینده طبیعی حتی جمهوری خواه هم نیست، ولی صدای خود افکار عمومی و روشن فکرهای آمریکا رو هم در آورد این افراطی‌گری ها و بی تدبیریش. خب این موقعیت استثنایی پیش اومد که جایزه اسکار و جایزه فرهادی بتونه برای جامعه روشن فکر آمریکایی هم کمکی باشه در نقد در واقع سیاست های ترامپ. اتفاقی که باز تو اسکار افتاد به نظرم بی سابقه بود، بیانیه مشترک کاندیداهای در واقع فیلم‌های غیر انگلیسی زبان بود. اون از تال سابقه نداشته که علارغم اینکه رقیب هم دیگه با هم دیگه یک بیانیه صادر کنن،
بر علیه تفکری که میخواد در واقع بشر رو بر مبنای نژاد و مذهب و ایدئولوژیشون تقسیم کرد یا رنگ پوستشون تقسیم کرد. و به نظرم واقعا اتفاق منحصر به فردی رو باید به فال میگرفت که چقدر هنر و سینما میتونه ابعاد وسیعی داشته باشه و تأثیر مطلوب انسانی در راستای اهداف انسانی داشته باشه. و از این منظر به نظرم شانسیه که برای کل جامعه در کوتاه مدت خیلی تأثیری نداره، چون تولیدات سینما ایران بیشتر از مقتضیات سیاست های داخلی نشأت میگیره، روندش طی میشه. ولی از جهت اینکه باز نگاه افکار عمومی جهانی و سینماگران، جشنواره‌های جهانی به سمت محصولاتی از سینما ایران جلب بشه بی تأثیر نیست. بی تردید الان دیگه میشه گفت در این برهه از زمان، اگر قبل الان شعر و فرش ایرانی نماینده هویت و فرهنگ ایرانی و هنر ایرانی بود، الان سینما داره جایگاه مهمتری در این کاتگوری به خودش اختصاص میده. و باز یادم میاد یکی از این سینماگرای آمریکایی قبل از مراسم اسکار و بلافاصله بعد اینکه ترامپ سیاست در قبال مهاجرین اعلام کرده بود، بهش توصیه کرده بود آقای ترامپ بهتره فیلم های ایرانی رو ببینید. از این منظر برای دستاوردی برای سینما ایران هم خواهد داشت. ولی فارغ از این نه، در ارتباط با تولیداتش نه، بهشت به من تأثیری نمیبینم. تو جایگاه جهانی؟ در داخل، در جهت جایگاه جهانی که عرض کردم، بله. ولی در داخل بگیم که جایزه اسکار چه تأثیری تو سینمای ایران در داخل کشور میذاره، نه. شاید به عبارتی بشه گفت که آقا به هر حال فیلمی که ساخته میشه، فیلم هایی که ساخته میشه، اگر بتونه مخاطب جهانی پیدا بکنه، حرفایی برای گفتن داره و صرفا از حصار تنگ ایدئولوژیک جناح بندی های خودمون به فیلم ها و سینماگران اندیشمندان کشور خودمون نگاه نکنیم. این موقعیت استثنایی داره، این فرد که انگار نماینده اکثریت خاموشه، نماینده اینگه تریبون ندارن. ارزش سینمایی فیلم فروشنده جدا از این مباحث اخیر بحث اسکار اینا هست، البته یک محصول استانداردی هست که تونسته جشنواره کن برنده بشه، بهتر شایسته بوده که در واقع تو جز کاندیدای اسکار هم قرار بگیره. ولی این که در این برهه زمانی برنده شدن اسکار هم آیا صرفا برای ارزش‌های سینمایی فروشنده است، نمیشه حکم قطعی داد. ما در خلأ زندگی نمی کنیم، نه ما، نه جامعه آمریکایی، نه جامعه جهانی. شهردار در واقع لندن که همچین در یه برهه‌های دیگه همچین در واقع تصمیم بگیره که فیلم فروشنده رو در میدان ترافالگار به نمایش در بیاره، یا بیانیه مشترک کاندیدای دیگه دادن. برای همین نمیشه مطلق گفتش که صرفا فقط به خاطر ارزش‌های سینماییشه، ولی اینو کتمان کرد. و هر پدیده هنری هم به نظرم مجرد از فضا، مکان، جغرافیا نیست و اگر باشه باید تعجب کرد. البته 7000 نفر آدم هایی نیستن که بشه بهشون در واقع القا کرد نظر، استقلال رأی دارن، سلیقه سینمایی دارن، ولی اونا هم در فضای زندگی میکنن که تحت تأثیر روزمره مسائل پیرامون خودشون هستن. این اخبار، این رویدادها، این موضع‌گیری های به حق و اصولی اصغر فرهادی و کنشگرانی که در واقع به این مسائل حساسن، شاید بی تأثیر در
افکار عمومی جامعه آمریکایی و تبع اون اعضای آکادمی نبودن. این رو به نظرم شاید زمان بخواد بگذره تا آدم به ارزیابی دقیقی داشته باشه، ولی به هر دلیل به هیچ وجه از ارزش این جایزه کم نمیکنه، هم بچه سینماییش، هنریش، هم بچه انسانیش، که به نظر من اصغر فرهادی نمونه انسانی هست، مبتکر، خلاق، هوشمند، که از هر موقعیتی با درایت فرصتی بدل میکنه در راستای اهدافی که از دید خودش انسانیه و در خدمت بشریت و این قابل تقدیم. خوشبختانه میگم که